دونالد ترامپ در فرمانی جدید سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا را با محدودیت‌های جدید سخت‌تر کرده. با صدور فرمان جدید، سودان از لیست کشورها حذف و کره شمالی، ونزوئلا و چاد به لیست اضافه شدند. اما اسم ایران در این فهرست همچنان به چشم می‌خوره. همچنین شهروندان عراقی که شامل این محدودیت‌ها نمی‌شن، تنها بعد از بررسی پیشینه دقیقشان می‌تونن به خاک آمریکا پا بگذارن. این فرمان تازه که دیروز از سوی کاخ سفید صادر شده، قرار از تقریباً 3 هفته دیگه 26 مهر ماه به اجرا گذاشته بشه. دولت آمریکا در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرده تهران با واشنگتن برای یافتن خطرات امنیتی و تروریستی همکاری نمی‌کنه و وزارت خارجه ایالات متحده نیز نام ایران را در لیست دولت‌های حامی تروریست قرار داده. همچنین تأکید شده شهروندان ایرانی چه مهاجر یا غیر مهاجر فعلا اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند، اما برای دانشجویان مسئله فرق می‌کنه. افرادی که ویزای دانشجویی F و M و ویزای مبادله G دارند، پس از بررسی دقیق پیشینه می توانند وارد این کشور شوند. در حالی که فرمان منع مهاجرتی ترامپ با مخالفت‌هایی در داخل آمریکا روبرو شده، رئیس جمهوری آمریکا از اون دفاع کرد و در توییتر خود گفته امنیت آمریکا اولویت شماره 1 منه. ما به کسانی که نمیتونیم به درستی به بررسی پیشینه اونها بپردازیم اجازه ورود به کشور خود رو نمیدیم. فرمان تازه در حالی صادر شده که برخلاف فرمان پیشین محدودیت زمانی معینی برای پایان آن مشخص نشده و شهروندان کشورهای ایران، کره شمالی، لیبی، سومالی، سوریه، چاد، یمن و ونزوئلا رو در بر میگیره، ولی موانع و محدودیت ها در مورد هر 8 کشور یکسان نیست. قرار روز 10 اکتبر شواهد و اظهارات در مورد قانونی بودن فرمان اولیه ترامپ در دادگاه عالی مطرح بشه، ولی بنا به گزارش ها محدودیت های تازه ممکنه روند دادگاه عالی رو با پیچیدگی های تازه روبرو کنه.